هموطنان و علاقمندان نزدیک به دل سلام. در چنین روزی که دو سال از سیاه‌ترین واقعه تاریخی در کشور عزیز ما افغانستان می‌گذره، من تصمیم گرفتم که آنلاین شوم و با شما عزیزان درد دل کنم. و در مقابل اگر حوصله داشتین درد دلایتان را در بخش نظریات و یا کامنت ها دریافت کنم و اگرچه که به هر یک شما عزیزا به طور مشخص جواب دادن نمیتونم، اما وعده میکنم که تمام کامنت ها را یکا یکا میخوانم و یک پاسخ کلی حتما مینویسم و یایی که در یک ویدیوی در موردش صحبت میکنم. طور که گفتم دو سال از سیاه‌ترین روز در تاریخ افغانستان گذشت. دو سالی که در نتیجه یک معامله غفلت و خیانت به وجود آمد و باعث شد که افغانستان عزیز ما به دست تروریست‌ترین، پسمانده‌ترین و ناانسان‌ترین گروه به نام طالبا بیفته. یادسه باعث شد تمام او تلاش‌ها، زیربناها و امیدواری‌ها همراه با نسل پرورش یافته و تحصیل کرده به گودالی از تباهی، ویرانگری، مهاجرت، فقر، ناامیدی و انزوا سقوط کنند. اگرچه باید پذیرفت که در 20 سال اخیر قبل از طالبان در پهلوی کارهای مثبتی که صورت گرفت نقاط منفی بزرگی هم موجود بود، اما نمیتوان به دلیل ای که نقاط منفی بود تمام دستاوردهای مثبت او دوره را نادیده گرفت و او را به دست فراموشی سپرد. ما در او سالها در افغانستان یک نظام سیاسی داشتیم، اگرچه به دلیل فساد، قوم پرستی و به اصطلاح خیشخوری نظام سیاسی ما مشکلات بزرگ داشت، ولی باز هم یک نظام سیاسی بود و توسط جامعه جهانی قبول شده و مورد تایید بود. زنان ما در عرصه سیاسی 1/4 قسمت پارلمان افغانستان اشغال کرده بودند و همین قسم چندین وزارت و معینیت و ده‌ها ریاست های خدمات ملکی و نظامی و امنیتی توسط زنان اشغال شده بود. زنان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی فعال بودند. شعر می گفتند، می نوشتند، نشر می کردند، آواز می خواندند، فعال مدنی بودند، سینماگر بودند، دکتر و انجینیر و معلم بودند و نزدیک به نصف دانشجویان ما در دانشگاه های کشور بخصوص در شهرهای بزرگ دختران بودند. مکاتب ما، کانونهای علمی و فرهنگی ما، مراکز خدمات اجتماعی ما، مراجع حقوقی و مدنی، مراکز و مراجع تجارتی ما، ارتش و نهادهای امنیتی ما، همه و همه حق سهمگیری و فعالیت زنان تمرین می کردن. خلاصه این که حضور و فعالیت زنان تقریبا در تمامی عرصه ها ولو نابرابر محسوس بود و دیده می شد. زنها با تمام مشکلات موجود در جامعه سنتی مثل افغانستان باز هم فرصتها و امکانات برای عرض وجود و ابراز هویت خود داشتند و قسمتی از زنان جامعه ما هم نانآور بودن و هم نانده. حالا در یک چنین روزه وقت این همه دستاورد دارد در مقایسه با اوضاع امروز افغانستان تحت حاکمیت طالبان مقایسه میکنیم، میبینیم که چی چیزها را از دست دادیم و امروز در مقایسه با دیروز در کجا ایستاده ایم. ای سقوط افغانستان قربانی گرفت، ولی بیشترین و اصلی ترین قربانی ای فاجعه متاسفانه زنان افغانستان بودند و هستند. ولی با این هم زنان افغانستان او زنای نیستند که تسلیم شوند. این سرزمین زنان و مردانی داره که از پا نمی نشینند.
صدای عدالت خواهی زنان در جاده های کابل و تحرک و فعالیت زنان در افغانستان و در داخل و خارج از کشور برای رسیدن به حق مدنی و انسانیشان امیدواری های را به وجود می آورم و این شهامت، جسارت و از خودگذری یک پیام روشن داره که ما تسلیم نمی شویم. ما در آخر به مناسبت چنین روز سیاهی به مردم و زنان افغانستان و جامعه جهانی پیامی دارم. به جامعه جهانی پیام ای است که افغانستان و مردمش لایق زندگی شایسته و آزادی لازم هستند. مردم افغانستان به ویژه زنان را نگذارین تا زیر پای قشون تاریکی پرست خرد و خمیر شوند. لطفاً به بهانه ایجابات شرایط و به بهانه بستیلا کمک به وضعیت بشری مردم افغانستان زمینه های به رسمیت شناختن امارات اسلامی طالبان فراهم نکنین. خون مردمی که در 20 سال در جاده های شهرهای افغانستان در کوچه و پس کوچه ها و در خیابان و بیابان ریخت آب نبود، خون بود و او هم خون انسان ها. لطفاً به رسم پاسداری و احترام به انسانیت و عدالت از آن خون به سادگی نگذارید و رویش پا نگذارید. خطاب به مردم افغانستان، به ویژه زنان افغانستان که در داخل کشور زندگی میکنن، گفتنی من ای است که مبادا در اثر جبر زمان حوصلتان باریک شوا و تن به حاکمیت نظام جاهلیت بدین. نظام طالبان بر اساس خواست عمومی مردم روی کار نیامده و از فرهنگ و هویت سرزمین ما نمایندگی نمی کنه. می دانم که برای زنان امکانات و توان مبارزه محدود است. اما همی که ذهنن و فکرن تسلیم اندیشه و شرایط حاکم نشوین و نه گفتنتان را حفظ کنین و این نه گفتن به دخترانتان نیز یاد بتین، شما دینتان در مبارزه با طالب ادا کردین و از رسالتتان نیز انجام دادین. این رژیمی که بر گرده های مردم سوار است دوام نخواهد داشت. پشت هر شب سحری است و سحر افغانستان و مردمش در صورت مبارزه و دوام ایستادگی زودتر خواهد رسید. با آزادگی تمام، با امید آزادی، آریونای شما.